سرخط خبرها. سفر رئیس جمهوری ایران به سیستان و بلوچستان 8 روز بعد از شروع سیل. با وجود انتقادها روحانی قول داد دولت به مشکلات رسیدگی کند. احتمال انصراف 4 نماینده فوتبال ایران از بازی در لیگ قهرمانان آسیا. سرپرست فدراسیون فوتبال ایران میگوید تیم های کشورش در کشور سالس بازی نمی کند. استقبال دولت افغانستان از شروع مجدد مذاکرات بین طالبان و آمریکا. طالبان میگوید تنها با کاهش خشونت در شهرهای بزرگ موافقت کرده. و گذر از اقیانوس اطلس در 35 روز 3 برادر اسکاتلندی رکوردهای روینگ را جابجا کردند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. بیش از 1 هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد. حالا حسن روحانی که به این استان سفر کرده می‌گوید همین که سیل تلفات نداشته مایه افتخار دولت است. مقام ها می‌گویند راه‌های ارتباطی 40 روستا که به دلیل جاری شدن سیل و طغیان آب رودخانه ها قطع شده بود هنوز بازگشایی نشده. ساکنان بیشتر مناطق استان به آب آشامیدنی، غذا، پتو و وسایل گرم کننده نیاز دارند. فرین آسه می‌گزارش می‌دهد. سفر حسن روحانی به چابهار 8 روز بعد از وقوع سیل در سیستان و بلوچستان. رئیس جمهوری ایران که به دلیل بی‌توجهی به مشکلات سیل‌زدگان در سیستان و بلوچستان مورد انتقاد بود، در روستای کلانی چابهار گفت دولت در کنار مردم است و مشکلات آنها را حل خواهد کرد. باید مسیر راه مردم، رفت و آمد مردم، خونه‌هایی که آب گرفته، جاهایی که احتیاج به مرمت و تعمیر داره، احشامی که از بین رفتن و باید جبران بشه، اموالی که از بین رفته و باید جبران بشه، احیانا مصدومینی بودند و باید معالجه بشن، همه این اقدامات فوری است. آقای روحانی از پیشبینی سازمان هواشناسی هم تشکر کرد که قبلا اعلام کرده، اخطار داده، توجه داده و این بسیار مؤثر بوده برای سلامت مردم، برای جان مردم. اما به نظر میرسد از نظر مقام‌های دولت جمهوری اسلامی وضعیت بحرانی نیست. در روزهای اول سطح شهرستان بود. الان هم هنوز همینه، یعنی هنوز اعلام سطح ملی نشده، چون قاعدتاً باید ظرفیت‌ها و منابع بررسی بشه و بر اساس اون شاخصهایی که اعلام شده، دستورالعملی که داره اعلام می‌کنه. اگه سطح ملی بشه، موقع رأساً خدای وزیر باید ورود پیدا بکنن و فرماندهی رو به عهده بگیرن. اما مردم این منطقه هنوز امکانات اولیه زندگی ندارند. بزرگتری مشکل ما که مثلا سیل اومده، کلن آب لولکشی قطعه. کلن آب قطعه دیگه میستنی خسارک داده بخش کشاورزی. چون اکثر شغل این بخش کشاورزی، کلن دیگه سیل اومده، همین بخش کشاورزی نابود کرده. آب آشامیدنیم الان نیاز داریم که آب روستا کامل قطعه. ما مواد غذایی لوته، ما دار نداره، آتش نداره، بهاری لوته، پتو لوته. پیش از این حملی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای افتتاح پروژه آبرسانی به سیستان و بلوچستان سفر کرد، اما حضور او در این منطقه با حاشیه هم همراه شد. اینجا مسجد صدیق زهی است و آب از گودالی در کنار آن می آید و قابل آشامیدن نیست. این قسمت رو که ملاحظه میکنید، این تا قبل از بارندگی جاده بوده و الان ما تو بستر رودخونه هستیم و اوضاع واقعا وخیمه در این وقت. در سیستان و بلوچستان هنوز راه‌های ارتباطی قطع است. وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته تا حدود زیادی تحت شعاع تنش میان ایران و آمریکا و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران قرار گرفت. حالا مسئولان یکی پس از دیگری به این منطقه سفر می‌کنند و وعده کمک و بازسازی می‌دهند. فرین آسمی، BBC.
اینجا در استودیو همکارم سیامک محیط زاده با ما. سیامک، بیشتر در مورد این منطقه و وضعیت مردم در اونجا بهمون بگو. ناجی، توی کمک هایی که مردم این منطقه لازم دارن گفته شد که آب آشامیدنی لازم دارن. من میخوام بهت بگم که توی بسیاری از مناطق بلوچستان تو حالت معمولی هم مردم نیاز به آب آشامیدنی دارن، برای اینکه دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارن و از حوضچه های طبیعی که برای بارون از آب بارون جمع میشه خیلی از روستاها آبشون رو تامین میکنن. سیستان بلوچستان به لحاظ در زمینهای مختلف پتانسیل های قوی داره برای اشتغال زایی، از گردشگری بگیر، کشاورزی، دامداری، حتی فرهنگی و هنری و بازرگانی. این پتانسیل تو این استان وجود داره، اما متاسفانه یا استفاده نمیشه یا خیلی کم استفاده میشه، به حدی که در بعضی مناطق بلوچستان مردم کاری برای انجام دادن ندارن که بتونن امرار معاش بکنن و پدیده قاچاق سوخت تو این منطقه هست. یه چیزی مثل کولبری که در کردستان داریم، در سیستان بلوچستان قاچاق سوخت انجام میشه با خودروهایی که اینا دارن. حالا در همین سیل دقیقاً در جاهایی که نیروهای دولتی، امداد رسانه‌ها کاری نتونستن بکنن، کاری انجام نشده، اینجوری که شواهد در سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی نشون میده، همین ماشین‌های سوختکش دارن کمک میکنن به مردم منطقه برای ارسال کمک‌ها و بارها این توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و در مورد این قضیه حرف میزنن. اما نکته‌ای که در مورد سیل سیستان بلوچستان در این امسال وجود داره اینه که همزمانی این سیل با قضیه هواپیمای اوکراینی در واقع باعث شد که به اندازه و متناسب با وسعت این سیل و در واقع آسیب‌هایی که به منطقه رسونده بهش پرداخته نشه، تا جایی که حتی مثلا در مورد در سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای که در موارد مختلف صحبت شد، خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این اشاره کردن که حتی کوچکترین اشاره‌ای به مشکل سیل در سیستان و بلوچستان نکردیشون، علی‌رغم اینکه به در دوران تبعیدشون آقای خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان بودن و متاسفانه اونجا بودن، اما هیچ اشاره‌ای نکردن و دارن مقایسه می‌کنن با سخنرانی آقای خامنه‌ای در سال 89 در مورد پاکستان که سیل اومده بود و ایشون گفتن واجب‌ترین کار الان کمک به سیل‌زدگان پاکستان هست، و دارن این دو تا سخنرانی رو با هم دیگه مقایسه میکنن که چقدر اختلاف هست. چیزی که وجود داره با توجه به صحبت‌های آقای روحانی که امروز گفته بودن که زیرساخت‌ها رو باید، خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها وارد شده باید جبران بکنیم، ما جبران می‌کنیم، و به سری امکانات سیستان بلوچستان در سال‌های اخیر اشاره کرده بودن، این هم کمی جای سوال داره. آقای روحانی در مورد پروژه گازرسانی صحبت کردن که گفتن گازرسانی به این استان انجام شده، این در حالی که در خیلی از مناطق مرکز این استان که زاهدان هست هنوز خیلی از مناطق گاز دسترسی به گاز ندارن. صفای طویل گاز همچنان در سیستان بلوچستان وجود داره، سالهای ساله که سیستان بلوچستان با مشکل گاز روبرو هست برای منازلش و این مشکل هنوز رفع نشده. حالا چه برسه به مناطق دورافتاده‌تر، جاهایی که الان درگیر سیل هستند و زیرساخت‌ها به اون شکل نگرفته. حتی فرمانده نیرو زمینی ارتش برای کمک رسانی که اونجا بودن گفته اگر زیرساخت‌ها کامل‌تر بود اینقدر آسیب‌ها جدی نمی‌شد. این دیگه صحبت یکی از فرماندهان ارتش است که با بازدیدی که از منطقه داشته این مطلب رو گفته. بیشترین صحبتی که الان داره میشه در مورد سوء مدیریت بحرانه. بیشترین خسارات در مناطق اورکی و دشتیاری و قصرقند بوده. در منطقه اورکی بیشترین خسارت رو داشتیم. دشتیاری یک منطقه‌ای که در زمینه کشاورزی خیلی پتانسیل داره. همه اینها برمیگرده به در واقع تخریب‌هایی که در زیر ساخت‌ها ایجاد شده. یک گزارشی هم ایرنا داشته، یک ویدئویی هم ایرنا در این مورد منتشر کرده که دقیقاً به همین موارد اشاره می‌کنه. سال 86 یک طوفان خیلی شدید به نام گونو در واقع دریای عمان و بلوچستان رو تحت تاثیر قرار داد و تحت تاثیر این طوفان شدید خیلی از سیل بندهای محلی این منطقه از بین رفتن و هیچ وقت اینا بازسازی نشدن. منطقه اورکی که بیشترین خسارت بهش وارد شده یکی از مناطقی است که تحت تاثیر این طوفان شدید گونو قرار گرفته و سیل بند محلی اینجا از بین رفته. همین سیل بند اگر وجود داشت، چیزی که خود مسئولین ایران هم دارن میگن، ممکن بود جلوی خسارت‌های شدید الان بگیره. مسئله دیگه برمیگرده به تو 200 که در این استان وجود داره. سد پیشین 25 سال پیش ساخته شده و سد ریزدان سال 90 به بهره برداری رسیده. این 200 بارش‌های قبلی سرریز شدن. سر ریزدان برای اولین بار از سال 90
سرریز شده، تا حالا اینقدر حجم آب دریافت نکرده بوده. اما با علارغم پیشبینی سیلی که انجام شده بوده، مسئولین خود در واقع مدیران میانی الان دارن اینو میگن، اگر که سرریز سد تخلیه شده بود باعث نمیشد که آسیب های این سیل اینقدر شدت پیدا کنه. در واقع با بارش جدیدی که انجام شد، سدم که سرریز کرده بود اضافه شد به شدت بارونی که جاری شده بود در منطقه و آسیب ها رو دوچندان کرد. در مورد سد پیشین، علارغمی که 25 ساله که این سد ساخته شده، اما اون چیزی که در واقع روایت های محلی هم میگه، مردم محلی هم دارن میگن، مسئولین میانی هم دارن میگن، اینه که هیچ بهره برداری از آب پشت این سد برای روستاهای پایین دست این سد انجام نشده، هیچ استفاده برای این آب از این آب برای آب شرب منطقه و کشاورزی استفاده انجام نمیشه و این همش باعث میشه که آب فقط حفظ بشه پشت سد، در یک همچین شرایطی سرریز بشه و مجبور بشن دریچه‌های تخلیه رو وا بکنن و قطعا آسیب های سیلو بیشتر. متشکرم از سیامک محیط زاده. مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه از انتقال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی برای بازخوانی اطلاعات آن به اوکراین خبر داد. حسن رضایی فر گفته جعبه های سیاه در ایران خوانده نمی شود و قرار است در پی درخواست اوکراین به این کشور منتقل شود تا اطلاعات با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه، کانادا و آمریکا در شهر کییف بازخوانی شود. او همچنین گفت اگر این کار موفقیت آمیز نباشد، جعبه سیاه به کشور فرانسه انتقال داده خواهد شد. سخنگوی دولت ایران گفته انتخابات آینده مجلس باید جوری باشد که معترضان آبان هم بتوانند در آن نماینده داشته باشند. علی ربیعی در یادداشتی در روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، نوشته که انتخابات آینده باید انتخاباتی باشد که در آن همه احساس مشارکت کنند. او به توییت سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داده که رئیس جمهوری ایران را به مشارکت در یک پروژه ضد ملی در حمله به شورای نگهبان متهم کرده بود. در اعتراض‌های دو ماه پیش که با شعارهای تند ضد حکومت و رهبر جمهوری اسلامی همراه بود، دست کم صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. اندی، خواننده ایرانی، از ستاره خود در گذر نام‌آوران در بلوار هالیوود آمریکا رونمایی کرد. او نخستین ایرانی است که در این خیابان صاحب ستاره می‌شود. عده‌ای از مقام‌های شهری و هنرمندان در این مراسم اندی مددیان را همراهی می‌کردند. اندی گفت که برای همدردی با مردم ایران مراسم را بدون تشریفات برگزار می‌کند. این ستاره ایرانی آمریکایی در سخنرانی خود در این مراسم آرزو کرد روزی مشکلات سیاسی بین ایران و آمریکا برطرف شود. سلام به همه بچه‌های باحال ایران. خیلی خوشحالم اینجا هستم و خیلی خوشحالم که اومدین. امیدوارم که این پیغام ما از طریق این دوربینای تلویزیونای آمریکایی به ایران برسه که بچهای ما در داخل ایران بدونن که ما بعد از 41 سال هنوز دوستشون داریم، هنوز به فکرشون هستیم و هنوز اسم ایران از زبون ما بیرون در نمیاد. چی میگم پاکسیما جان؟ آره نمیفته، نمیفته. یه دست بلند بزنیم به افتخار همه ایرانی‌ها. شهاب حسینی، بازیگر و کارگردان ایرانی، بار دیگر از تحریم جشنواره‌های فجر انتقاد کرده و از جمله گفته بودجه آثار بعضی از تحریم کنندگان را نهادهای قدرت تامین کردند. در پی پذیرش مسئولیت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه، گروهی از هنرمندان ایرانی اعلام کردند که امسال در جشنواره‌های فجر شرکت نمی‌کنند. گزارش‌های درباره فشار بر این هنرمندان منتشر شده. در پی نطق دیروز رهبر جمهوری اسلامی، رسانه‌های نزدیک به سپاه گزارش دادند که برخی از این هنرمندان اعلام کردند به جشنواره‌های فجر برمی‌گردند. نزدیک به یک ماه و نیم پس از بازداشت نوید میهندوست، کارگردان ایرانی، بستگان او میگویند دلیل بازداشت او کاملا هنوز روشن نیست. کارگردان فیلم هرچه خدا بخواد روز 13 آذر بازداشت و از آن زمان در بند 209 زندان اوین تحت نظر وزارت اطلاعات نگهداری میشود. ندا میهندوست، خواهر این کارگردان که ساکن تورنتو کاناداست، ضمن ابراز نگرانی در مورد سلامت برادرش گفت دستگیری او ممکن است به ساخته یک فیلم مستند مربوط باشد. برادرم از 13 آذر 98، الان دقیقا مدت 45 روزه که در بند 209 وزارت اطلاعات بازداشت شده و این مدت هم هفته یه دفعه اجازه
تماس تلفنی با پدر مادرم رو داشته و دیروز هم برای اولین بار موفق شدن که ملاقات کابینی داشته باشن. بعد اتهامی که عنوان شده اینه که به این بسنده کردن که اقدام علیه امنیت کشور، اما دلیل اتهامش معلوم نیست و اینکه ما خودمون از شواهد و قرائنی که اتفاق افتاده فکر میکنیم که این میتونه مربوط به ساخت یه فیلم مستندی باشه که به دلیل اینکه بعد از تفتیش خانه پدرم و محل کار برادرم، وزارت اطلاعات حدوداً یک هفته 10 روز بعدش با پدرم تماس گرفتن و ازشون خواستن که DVD اون فیلم مستند رو بهشون تحویل بده. به عنوان خواهرش و اینکه شغلم پرستاریه، شدیداً نگران وضعیت جسمی نوید هستم، به دلیل اینکه در تماس‌های تلفنیش گفته که اینجا متوجه شدن که فشار خون بالا داره و داره دارو میگیره و من چون میدونم که ایشون مطلقاً مشکل فشار خون نداشته هیچ وقت، این مسئله منو خیلی نگران میکنه. من توقع دارم از اهالی سینما، از کارگردانا، از همکارای خودش که پیگیری بکنن، پیگیرش بشن، حمایتش بکنن که حداقل از این حالت بلا تکلیفی در بایم رسید. متاسفانه به وکیلش هم اجازه حضور در مراحل تحقیقات ندادن و خب این هم برای ما باعث نگرانی هستش. ندا میهندوست بود، خواهر نوید میهندوست، کارگردان ایرانی که در زندان است. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سیستان و بلوچستان 8 روز بعد از شروع سیل. مدیران باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو میگویند اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا به آنها اجازه میزبانی رقابت‌ها را ندهد از لیگ قهرمانان انصراف می‌دهند. در ادامه برنامه، دولت افغانستان میگوید امیدوار است گروه طالبان با پیشنهاد آتش بس به دور تازه مذاکرات با ایالات متحده آمریکا وارد شود. مدیران باشگاه‌های فوتبال استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو اعلام کردند اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا به آنها اجازه میزبانی در لیگ قهرمانان را ندهد از حضور در این مسابقات انصراف می‌دهند. کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته تیم‌های ایرانی نمی‌توانند در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان میزبان باشند و باید در کشور ثالث بازی کنند. پرسپولیس و سپاهان به صورت مستقیم و استقلال و شهرخودرو در صورت برد در مرحله پلی‌آف در فصل آینده این لیگ حضور خواهند داشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا دلیل تصمیم خود را رسما اعلام نکرده. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران این تصمیم را ناشی از فشار استکبار جهانی توصیف کرد. ساعتی پیش از مهدی رستمپور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ پرسیدیم اگر ایران این رأی رو بپذیرد چه تضمینی وجود داره که این برگزاری مسابقه در کشور ثالث تبدیل به روال نشه. این تضمین رو به جای اینکه ما 1,000,000 نفر برن تو اینستاگرام AFC و فیفا فحاشی کنن، فکر می‌کنم پیکان انتقادات رو بعد برگردونن به سمت داخل کشور. یعنی چه تضمینی وجود داره فردا دوباره هواپیما نیفته؟ چه تضمینی وجود داره یک گروهی بیان مسالمت آمیز اعتراض کنن و بعد بازداشت نشن، شکنجه نشن، کشته نشن، حق سوگواری برای بستگانشون رو داشته باشن؟ وقتی که در داخل چنین تضمینی وجود نداره، طبیعتاً نهادهای بین‌المللی هم خب اون چه که داره اتفاق میفته اینه که تعریف ما از امنیت، یعنی ما منظورم اینجا مقامات ورزشی مونه، با اون چه که معیار جهانی متفاوته. اونا وقتی خب شرکت های هواییشون الان از کریدور هوایی ایران استفاده نمی کنن، اصلا چگونه قراره بیان ایران؟ و اینکه وزارت خارجه دخالت کنه و به نتیجه خواهد رسید، من فکر نمی کنم، چون بر سر میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی هم گفتن وزارت خارجه دخالت میکنه که بیفایده بود. در ماجرای استراماچونی هم وزارت خارجه دخالت کرد که اون هم بیفایده بود. اصلا نهادهای ورزشی بین المللی ارگانهای دولتی رو به رسمیت نمیشناسن، یعنی فدراسیون ها رو نهادهای مستقلی میدونن. و جالبه که آقای مهدی تاج هم همین الان نایب رئیس منطقه آسیای مرکزی کنفدراسیون فوتبال آسیاست، ولی
به طور کامل بیخبر بود از این موضوع و همونطور که ما مطلع شدیم آقای تاج هم به همین ترتیب باخبر شد. ولی به هر حال اون چه که داره الان اتفاق میفته در داخل ایران در واکنش به این موضوع صرفا تحریک احساسات هواداران پیشکشیدن مباحثی مثل غیرت، عزت، افتخار ملی. و جالبه که هر وقت جمله پایانیم، هر وقت تو بحث ورزش این مسائل رو مطرح میکنن، یعنی عزت و افتخار ملی و شأن ایرانی، دقیقاً موقعیه که ورزش قرار متضرر بشه. یعنی یک بار نیومدن یک کار مفیدی انجام بدن، بگن اینو ما به خاطر عزت و شأن ایرانی و افتخار ملی انجام دادیم. مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران وجود سم آفلاتوکسین در مواد غذایی لبنی در این کشور را تکذیب کرده و گفته در سالهای اخیر میزان آفلاتوکسین در مواد غذایی از جمله لبنیات و خشکبار روند کاهشی داشته است. دکتر کیانوش جهانپور گفته کشورهای مختلف حد مجاز متفاوتی برای این ماده در خوراکی‌های مختلف در نظر گرفتند و استانداردهای ایران عموماً در حد استانداردهای ایالات متحده تعریف شده، هرچند استانداردهای اروپایی در این زمینه سخت گیرانه تر است. آقای جهانپور در این حال گفته برای کاهش این سم در مواد غذایی لازم است که مزرعه ها و حلقه های اولیه زنجیره تولید لبنیات شناسه‌دار شوند. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده گروه طالبان با پیشنهاد آتش‌بس به دور تازه مذاکرات با ایالات متحده آمریکا وارد شود. ابراز امیدواری دولت افغانستان در حالی است که روز گذشته گروه طالبان اعلام کرد نمایندگان آمریکا و این گروه در مورد امضای توافقنامه صلح و مراسم آن گفتگو کردند. در حالی که دولت افغانستان بر لزوم برقراری آتش‌بس تاکید می‌کند، گروه طالبان می‌گوید تنها به کاهش خشونت در شهرهای بزرگ موافقت کرده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات بین آمریکا و طالبان در قطر صورت نگرفته. به گفته صدیق صدیقی صحبت‌ها هنوز ادامه دارد. هر پیشنهاد را که طالبان از پاکستان با خود آوردن به قطر و با آقای خلیلزاد او را مطرح می‌سازند، مردم ما باید شاهد آتش بس باشند. آتش بس اساسی ترین موضوع، اساسی ترین خواست و مهمترین خواست برای مردم افغانستان است. بجز این مسئله کدام موضوع دیگر نیست که روی از او در دوحه گفتگو صورت بگیره. او در نشست خبریش امروز بارها بر لزوم آتش بس در جنگ افغانستان تاکید کرد و گفت دفتر طالبان در قطر این موضوع را با سفر به پاکستان با رهبری این گروه مطرح و مشورت کرده. گروه طالبان اما در حالی که میدان جنگ را همچنان گرم نگه داشته به نظر می رسد در دقیقه 90 مذاکره با آمریکایی ها قرار دارند. مذاکره‌ای که قرار است به خروج نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی ها از افغانستان منتهی شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفته که هیئت مذاکره کننده طالبان با طرف آمریکاییش نشستی داشته و در مورد امضای توافقنامه و مراسم آن صحبت کردند. طالبان میگویند در توافقنامه‌شان با آمریکایی‌ها بر سر کاهش خشونت‌ها در مقابل خروج آنها توافق کردند و نه آتش بس. اعتراض دولت افغانستان هم همینجاست. میگوید کاهش خشونت‌ها معنی ندارد و فقط آتش بس قابل قبول است. در این میان ایالات متحده آمریکا تاکنون چیزی نگفته و معلوم نیست در پای توافقنامه امضا خواهند کرد که در آن صحبت از کاهش خشونت‌ها آمده و یا توافقنامه‌ای با اعلام آتش بس. علی حسینی، بی بی سی، کابل. و علی حسینی همچنان از کابل با ماست. الان علی، این که گروه طالبان میگه تنها به کاهش خشونت بسنده میکنه ولی دولت افغانستان تاکید داره بر آتش بس، تفاوت این کاهش خشونت با آتش بس چیه؟ ببینید اگه از دید دولت افغانستان دیده بشه، دولت افغانستان میگه که باید فضای ایجاد بشه که گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان یک جای بستنی و آیسکریم بخورن. یعنی تجربه ای که حدود دو سال پیش انجام شد، سه روز آتش بس برگزار شد و در این سه روز نیروهای گروه طالبان وارد شهرها شدن، با نیروهای امنیتی عکس گرفتن، سلفی گرفتن. یعنی فضای به جز یک عملیاتی که گروه داعش مسئولیت رو به عهده گرفتن، تقریبا در تمام کشور حالا میشه اصطلاحا گفت که یک تیرم شلیک
نشد. دولت افغانستان میگه با چنین فضای ایجاد بشه، یعنی آتش بس سراسری و کامل و همیشگی. گروه طالبان اما چی میگن؟ آن چیزی که فعلا در میگن که در توافقنامه گنجاندن این است که کاهش خشونت ها باشه، به این معنی که به شهرهای بزرگ حمله نمیشه، به مسیر نیروهای خارجی که از افغانستان خارج میشن در اون زمان حمله نمیشه، زمانش هم همیشگی نیست، مقطعی است تا زمان گفتگوهای بین الافغانی فرا برسه، و همچنین دست از عملات اصطلاحا انتحاری دست میکشن. طالبان چنین فضایی رو میگن، یعنی همچنان جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان وجود داره، ولی این موقعیتش گستردگیش کمتر میشه، اهدافش کمتر میشه و گستردگیش کمتر میشه. دولت افغانستان اما چنین موضوعی رو میگه که اصلا قابل قبول برای ما نیست، فقط آتش بس کامل و سرتاسری. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. سه برادر اهل ادینبورگ اسکاتلند موفقیت خود را به خاطر ثبت سه رکورد جهانی در قایقرانی جشن گرفتند. آنها موفق شدند در 35 روز اقیانوس اطلس را طی کنند. آنها سفرشان را از جزایر قناری شروع کردند و پس از طی مسافت 4800 کیلومتری خود را به آنتیگوا در کارائیب رساندند. لورنا گوردون گزارش می‌دهد. شکستن رکورد قایقرانی با تشویق‌های برادرانه. بعضی مواقع شرایط بسیار بد بود. برادران مکلین در این سفر حماسی در اقیانوس اطلس مجبور بودند با دریازدگی، کمبود آب آشامیدنی و خستگی دست و پنجه نرم کنند. آنها میگویند برادر بودنشان در مواقع سخت به آنها کمک کرده. 35 روز شبانه روز روی دریا بدنم رو خسته کرده. همه جا میسوزه و درد میکنه. بعد از بیش از یک ماه در دریا، سرانجام پایان سفر در چشم انداز است. آنها نه یک رکورد بلکه سه رکورد جهانی را از آن خود کردند. خیلی عالی و سورئاله اینکه تونستیم عرض اقیانوس اطلس رو توی 35 روز طی کنیم. توی یه قایق تنها بودیم. شنیدن صدای بوق قایق‌های دیگه و همه کسانی که در خط پایان بودن فوق‌العاده بود. میگویند قبل از اینکه به این سفر بیایند هیچ تجربه‌ای در قایقرانی نداشتند. آنها در این تجربه منحصر به فرد زندگیشان ده‌ها هزار دلار هم برای خیریه جمع‌آوری کردند. لورنا گوردون، BBC نیوز. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.